بسم الله الرحمن الرحيم. اگر حیات و زندگی انسان فرق کرده، از مهمترین عناصر این قایده بکنید سمود هم مشاهده کنید که خدا چه قسم ضرور بربادشان کرده. حالا این راست رب العزت خورده، پس به همین خاطر است که دین مقدس اسلام میآید و پایه های خانواده را برای ما شما بسیار مستحکم می سازه و ما و شما انسان مؤمن و مسلمان ارشاد و راهنمایی میکنه که تا با اختلافات بسیار کوچک، تا با گپ های بسیار سطحی، ما و شما به اصلاح ای پایه های خانواده را متزلزل نسازیم، ای اختلاف و شقاق در خانواده ایجاد نکنیم. چرا خانواده سالم که سالم نباشه، هیچ وقت افراد سالم با جامعه تقدیم کرده نمیتونه. افراد جامعه که افراد سالم که با جامعه تقدیم نشد، اون مست که یک جامعه های ناسالمه که امروز ما و شما شاهد از هستیم به میاد. پس از همین جهت از برادر سام که اگرچه در هفته گذشته در رابطه با برخی از راه های حل از این مشکلات خانوادگی ما شما صحبت مختصر کردیم و گفتیم که تماما آن چیزی که اسباب ایجاد اختلافات در یک خانواده بین زن و بین شوهر می باشه، در قدم اول از این اسباب و از این علل ما تو جلوگیری بکنیم. اولین رای حلش جلوگیری نظمی اختلافات است. او طبیعت اختلاف بشر که در رابطه با خانواده می باشه او قابل حل است، او مشکل نیست، ولیکن اختلافاتی که ناشی از این امورات می باشه باز راه حل ازی بسیار سخت است. اختلافاتی که ناشی از جهل و نادانی به احکام دین می باشد، اختلافاتی که ناشی از معصیت و گناه و نافرمانی می باشد، اختلافاتی که ناشی از تدخل دیگران که ولو گفتم پدر و مادر دختر و یا پسر باشه در امورات حیات زندگی زن و بسیار شوهر، از جمله مهمترین چیزهایی است که باعث از بازی اختلافات جلوش گرفتن بسیار مشکل است. از دامی جهت که ما شما توانسته باشیم که با وجودی که طبیعت های مختلف داریم، انگیزه های مختلف هست و زن و شوهری که به اصطلاح با هم به اصطلاح در طول حیات زندگی یک جای نبودند و بالاخره با هم در عقد نکاح و هم ازدواج کردند، با طبیعت های مختلف با هم یک جای میشن، در زیر یک سقف زندگی میکنند، حیات و زندگیش، خوشیش، غمش، همش با هم دیگر به اصطلاح تیر میکنند، پس از مهمترین چیزهایی که شریعت اسلام میآید و ما و شما را به او امر میکنه که تا توانسته باشین که با این همی طبیعت های مختلف خود یک جا یک خانواده آرام و سالم ایجاد بکنیم. عبارت از صبر و تحمل پذیری، صبر و تحمل پذیری در مقابل مشکلات خانواده است. اگرچه صبر و تحمل پذیری متوجه هر یکی از افراد خانواده میشه، چی خانم باشه و یا چی هم شوهر باشه، ولیکن شریعت اسلام میایه ولیکن این خطاب برای کی میکنه؟ این خطاب برای مردها میکنه، این خطاب برای شوهرها میکنه و برای از اونها امر میکنه و عاشروهن بالمعروف، با خانمهایتان بهترین رویه داشته باشین. یکی از بهترین رویه که یک شوهر در مقابل خانم خود میداشته باشه و شریعت اسلام از او از ما و تو تقاضا میکنه، عبارت از صبر و تحمل پذیری، اغماز و چشم پوشی، عفو و درگذری از هر آن چیزی که از خانم محترمت صادر میشه. اگر این چیز در ایت پیدا کردی، باز واقعا میتونی که بهترین خانواده را ایجاد بکنی. صبر و تحمل پذیری برادر اسلام چیزی که اسلام میآید و مردها را به اون مکلف میسازه، به جهت از اینکه اگر در مردها صبر و تحمل پذیری نباشه، با کوچکترین اختلافات قسمی که امروز ما تو میبینیم، کاش که یک مرد پیدا شد و بگه من زن خود طلاق دادم به این خاطر که نماز نمیخوان، به این خاطر که حجاب مراعات نمیکرد، چشم زد صدقه خیر ببینی،
ولیکن اکثریت کسایی که میای ما من حیث یک کسی که رئیس من حیث یک راهنما ده اینجا هستیم و مردم ها میاین با ما مشوره میکنن، چیزهایی را میشنوی، چیزهایی را میشنوی که بشتا موی جان سر انسان میخیزه که به این امورات توی خانواده را زدی، همیشه بشتا پاشان کردی. پس به این اساس اگر ما شما در مقابل از این اختلافاتی که در خانواده ایجاد میشه صبر و تحمل پذیری نداشته باشیم برادر اسلام، عفو و درگذری نداشته باشیم، اغماز و چشم پوشی نداشته باشیم، باور بکنیم که در هر خردگیری که ما و تو در خانواده بکنیم که تو چی کردی و من چی کردم، حیات و زندگی ما شما تیره و تار میشه برادر اسلام. و با این خاطر است که من گفتم این خطاب برای کی آمده؟ این خطاب برای مردها آمده. اگر چه زنها هم در این رابطه مکلف هستند، ولیکن چرا خطاب برای مردها؟ به جهت از این که استحکام خانواده به دست مردها هست و همچنان پاشیدن خانواده ها به دست مردها می باشه. پس مادامی که مردها آنقدر خردگیری بکنند که در هر گپ خرد و ریزه و اصلاح جنگ و جدال و غالمغال بیاندازه، پس به این خاطر است که این خانواده به زودترین فرصت منجر به پاشیدن میشه و بالاخره آن چیزی که شریعت اسلام از ما و تو تقاضا نمیکنه و شما و چیز انجام میدیم. خب در رابطه با صبر و تحمل پذیری چرا برادر اسلام؟ در قدم اول بیاین ببینیم شریعت اسلام که ما و شما مردها را و یا شوهرها را با صبر و تحمل پذیری و عفو و درگذری در مقابل خانم ها برای ما شما ارشاد و راهنمایی میکنند به جهت طبیعت خلقت سرشت خود زن ها میباشه برادر استاد. اینجاست که ما شما واقعا میبینیم که آن احکامی که از جانب الله واحد و یگانه میآید، ذاتی که ما و شما را پیدا کرده است، تمام انگیزه ها و تمایلات ما من حیث مرد، از تمام تمایلات و انگیزه های یک زن من حیث خانم، از همش آگاه است، پیدا کرده میدانه، او ذات میفهمه که کی با کی باید رویه خوب بکنه، کی با کی باید صبر و تحمل داشته باشه و کی با کی باید بهترین اخلاق مراعات بکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برادر اسلام بهترین انسانه، بهترین انسان مسلمان برای ما تو کی معرفی میکنه؟ که بهترین اخلاق با خانواده خود داشته باشه، بهترین اخلاق با خانواده خود داشته باشه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من بهترین اخلاق با خانواده خود دارم، اگر شما از من هم پیروی میکنین پس بهترین اخلاق با خانواده تان داشته باشید. به جهت چی برادر اسلام؟ به جهت از اینکه طبیعت و سرشت خانم ها قسم آفریده شده، قسم پیدا شده که مطابق اونمو وظایفشان در حیات و زندگی باشه. زن یک مادر است برادر اسلام و مادر کسی است که بسیار طفل در آغوش خود کلان میکنه و مادر کسی است که طفل در بطن خود 9 ماه مکمل میگردانه و بالاخره مادر کسی است که نمی طفل بشتا غذا میتا و تغذیه میکنه و تمام اموراتش در بر میگیره. و در این شک نیست برادر اسلام که پرورش طفل از خود عاطفه و شفقت و مهربانی به حد زیاد را تقاضا میکنه. پس این شفقت و مهربانی به حد زیاد بسیاری اوقات باعث از این میشه که بشتا حوصله و صبر و تحمل خانم یک اندازه از بشتا کمتر شود. و با طبیعت سرشتش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما تو بیان میکنه، زمانی که در رابطه با خلقت حوا علیه السلام اولین خانمی که الله جل جلاله از خود آدم علیه السلام ایشان را پیدا کرد، برای ما شما زمانی که بیان میکنه طبیعت و سرشت خانم ها را بر ما تو بیان میکنه، بر ما تو مردها که متوجه باشه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند برادر اسلام که با زنها رویه نیکو بکنین، با زنها خوبی بکنین، با زنها همیشه مهربان و مشفق باشین. به جهت از اینکه زن از استخوان چپ و قبرغه چپ آدم علیه السلام پیدا شده و کشترین حصه در قبرغه اعلاترین حصهش است. قبرغه را همه ما شما میشناسیم، قفسچه سینه که تمام اعضای کلیدی بدن ما شما در بین از او حفاظت میشه. از اعلاترین درجه که کشترین حصه از او می باشه و نظمون جا الله جل جلو زن و خانم آفریده. و متوجه باشین که هر زمانی که اگر شما خواستین که قبرغه را راست بکنین، هیچ وقتی قبرغه و یک کجی قبرغه را راست کردن نمیتانین و اگر کوشش کردین بالاخره راست کردن از عبارت شکستاندنش است، شکستاندنش است. و اگر خواستین که از امی قبرغه با امی کجیش استفاده بکنین، هیچ اشکال نداره و میتونین که درست استفاده بکنین. مشکل ما و شما در اینجاست
که ما و تو از طبیعت و سرشت زن من حیث زن و از طبیعت و سرشت خانم خود آگاهی نداریم. میبینید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام اسرار و رموز خانواده خدا به اسلام بلد بود. در یک حدیث میای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایم یا عایشه، من میفهمم که تو از من چی وقت خوش هستی و میفهمم که تو چه وقت از من قهار هستی. پیغمبر برای خانم خود میگه من میفهمم که تو چی وقت از من خوش هستی و من میفهمم که تو چی وقت سر من قهار هستی. یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه قسم میفهمی؟ گفت هر زمانی که تو از من خوش باشی و قسم بخوری میگی لا و رب محمد، نه هرگز بر رب محمد قسم است که کار نمیشه. و هر زمانی که سر من قهار باشی باز تو میگی لا و رب ابراهیم، نه قسم است بر رب ابراهیم. عایشه رضی الله تعالی عنها خنده کرد گفت یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها نامتان از زبانم دور میشه ولیکن محبتتان در قلب ما همیشه وجود دارد. بفهمین برادر اسلام طبیعت خانمتان، بفهمین قارش، بفهمین غضبش، بفهمین خوشیش، بفهمین. و به می خاطر است که در هر حالت انسان باید که به حد محتاط باشه. ببینه که با جواهر چقدر ما و تو محتاط هستیم، با الماس چقدر ما و تو به ظرافت کار میگیریم، با طلا و نقره بریم در زرگری که چقدر ظرافت میشه و در آهنگری ببینه که چقدر خشونت وجود داره. برادر اسلام زن از جوهر کده نازکتر است، از الماس کده نازکتر است. با این الماس کوچکترین خشونت همه چیز از بین میبره. برادر و به می خاطر است که در قدم اول طبیعت ما و شما بفهمیم و زمانی که طبیعت ما و شما درک کردیم با صبر و تحمل داشته باشیم. شک نیست برادر اسلام خانم ها با اینمی طبیعتشان همیشه و این هم چیز هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میای و برای ما و شما بیان میکنه. و در یکی از روزها که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن برای خانم ها خطاب کردن که ای خانم ها در راه خدا صدقه بتین، خیرات بکنید، با اموراتان پابند باشین. با یقین آن چیزی که من در جهنم دیدم اکثریت کسا در جهنم از خانم ها و زن ها می باشه. یک دفعه بر خودش در خانم یا پیغمبر چرا این تو گپ است؟ که بجد از اینکه یکی از چیزهایی که شما دارین همیشه لعنت میکنین، زبان بسیار تیز دارین و همیشه کفران عشیرت میکنین. یک شوهر بیچاره شب و روز که در خدمتت باشه، شب و روز خدمتت بکنه، بگو چکترین چیز همیشه سر پای میکشه، میگه در عمر برای ما چیزی نکردی. کفران عشیرت. پس خانمای طبیعت دارن برادر اسلام. اگر ما تو بخوایم که به اصلاح طبیعت از او راست میکنی قطعا نمیتونی برادر اسلام. میره پیغمبر برات گفته، میره پروردگارت برات گفته، پروردگارت به نمی طبیعت استش کده و جهت از این که تا ما او تو را امتحان میکنه، ما او تو را امتحان میکنه. برادر اسلام مولانا جلال الدین بلخی که منا مولانا جلال الدین رومی و در قنیه قبرش است و جمله کتابها و تعلیفات به حد زیاد داره. ببینید چقدر یک تعبیر زیبا میکنه برای ما. بگه در شریعت مسیحیت، مسیحیت یعنی عیسوی ها، و جهت از این که اونا خود تربیه و پرورش نفس بکنن، از پیش خود رهبانیت ایجاد کردم. رهبانیت چی را میگن؟ رهبانیت گوشگیری از دنیا. رهبانیت نه در شریعت عیسی علیه السلام بود، نه در شریعت موسی علیه السلام بود و نه الحمدلله در شریعت اسلام است. چرا انسان یک موجود هست اجتماعی و هیچ وقت به تنهایی خود زندگی کرده را میتونه. ولیکن پیروان عیسی علیه السلام بعد از عیسی علیه السلام یک پدیده را که در خود ایجاد کرده بودند رهبانیت بود و این رهبانیت عبارت از گوشه‌گیری از دنیا بود. یعنی به ایمان که از دنیا و از متاع دنیا، از ازدواج کردن، از نگاه کردن، از تعامل با مردم، از همه چیز گوشه‌گیری میکردن، میرفتن در یک دشت، در یک غار کوهسار، در عبادت مشغول بودن و خلاص. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نفس خود را تربیه و پرورش بکنن. مولانا جلال الدین چقدر تعبیر زیبا داره در اینجا برادر اسلام. برای ما میگه در شریعت مسیحیت عیسوی ها به خاطر تربیه و پرورش نفس خود که نفسشان تربیه شود و پرورش شود و انگیزه ها و تمایلاتشان همه برابر شود، به خاطر از این رهبانیت برای خود ایجاد کردند. اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و به خاطر تربیه و پرورش امت خود، به خاطر تربیه و پرورش نفوذ امت خود، راه نکاره برای ما و شما شکست ایجاد کرد، راه نکاره ایجاد کرد. خب ولی میگه مولوی صاحب راه نکاره که چه قسم تربیه و پرورش میشه؟ آه، اما که تو نکاح میکنی
بازی مشقت ها و سختی ها را که میبینی در مقابل هم بهش که تحمل پذیری میکنی، عفو میکنی و درگذاری میکنی، از او عابدی که در جنگل شیشتا عبادت میکنه به صدها مرتبه تو بهترتر میتونی که نفست چی بکنی، تربیه و پرورش بکنی. پس نکاح یکی از بهترین وسایل تربیه و پرورش نفس ما و تو هست. و در این شک نیست که اگر ما شما در طبیعت زن و مرد متوجه باشیم، الحمدلله، یعنی به قسمی که ما شما میبینیم خداوند جل جلاله زنها را مطابق طبیعتشان، مطابق از اینکه یک پرستار هستند، مطابق از اینکه یک کس هستند که طفل پرورش میکنند، به حد طبیعت نازک و مهربان برشان داده. و مردها طبیعت خشن دارند و با این طبیعت خشن خود میتونه که بالای زن بیچاره غلبه حاصل بکنه و زن بیچاره هم هیچ چیز کرده نتونه. و خاصتا هر زمانی که به ناحق زن میخیزه و زبان بازی میکنه و به اصطلاح کارهایی که کرده همیشه نادیده میگیره و همیشه در رویت میزنه و همیشه هیچ میکنه، میتونی که هر چیز بکنی، ولیکن شریعت اسلام میای ببین که چه قسم تربیت میکنه، ببین که چه قسم پرورشت میکنه. گفتم تام برادر اسلام که یکی از مهمترین مشکلات خانوادگی امروز ما و شما عبارت از جهل به احکام دین است. وگرنه یک جوان اگر تمام از این چیزها را بفهمه، وگرنه یک انسان مؤمن و مسلمان تمام از این چیزها را اگر در رابطه با خانواده بفهمه، فکر نکنم که به این مشکلاتی که امروز ما و تو داریم و از فرنگهای بیگانه تقلید کورکورانه میکنیم در خانواده های ما ایجاد شود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در رابطه با حدیث میفرماید، حدیثی که برخی از خانم ها به ناحق باعث آزار و اذیت شوهرهای خود میشن و شوهرها در مقابل از او صبر و تحمل پذیری میکنن، و این صبر و تحمل پذیریشان هم فقط به چی خاطر میباشه؟ به خاطر از اینکه تا این می قانون خانواده از هم دیگر پاشیده نشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر زمانی که یک خانم شوهر خود اذیت میکنه، هر زمانی که یک خانم شوهر خود اذیت میکنه، اذیت جسمی و فیزیکی نه، اذیت زبانی، اذیت زبانی آنقدر سخت است برادر اسلام که بزرگای ما میفرمایند که زخم شمشیر جور میشه ولیکن زخم زبان جور نمیشه. این زبان گوشتی نرمی که هیچ استخوان نداره آنقدر سخت میزنه، آنقدر سخت میزنه که از ضربه شمشیر قدم سخت‌تر است. هر زمانی که خانم باعث آزار و اذیت شوهر خود میشه، ببینید چه قسم ارتباط با تربیه نفس ما و تو میتن. خانم هایش از حور العین که در جنت در انتظارش میباشه، والله هیچ شک ما شما را به نصیب نکن از اون نعمت هایی که برای ما و تو وعده داده است. هر زمانی که خانم در این دنیا باعث آزار و اذیت شوهر خود میشه و شوهرش در مقابل از او صبر و تحمل پذیری میکنه، خانم های نمی شوهر حور العین در جنت، در جنت ببینید که چی میگه در رابطه با این خانم، قاتلک الله، هلاک باشی، یا به اصطلاح ما شما خاک بسرت. این شوهر یک چند روز میمان است پیش تو و بسیار زود است که تو را رها کرده و پیش ما بیاید. حور العین برادر اسلام، یک حدیث در رابطه با حور العین میگم دیگه خلاص، دیگه خودتان فکر کنید که چی هست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در رابطه با حور العین میفرماید که اگر یک گوشه چادر خود، یک گوشه چادر خود اگر از روی خود پس بکنه، تمام دنیا را از آفتاب که در روشن‌تر میسازه، تمام دنیا را شرق و غربش. او قسم خانم ها در انتظارت است و او قسم خانم ها در حق تو ده. چی وقت؟ هر زمانی که صبر و تحمل پذیری کردی، هر زمانی که در مقابل از این مشکلات خانواده عفو و درگذری کردی. اگه گفتی نه ما کی هستم، بچه کی هستم، تو چی هستی و تو فلان هستی، باز همه چیز از باید رفت برداشت. پس به خاطر یکی از راه های حل مشکلات خانوادگی که بین زن و بین شوهر پیدا میشه و شریعت اسلام از ما و تو میخواد که در قدم اول خود خانم و خود شوهر این اختلاف بین خود حل بکنه و این هم طبیعت ما و شماست برادر اسلام، و این اختلاف هم توسط نمی صبر و تحمل بشه، چی از طریق شوهر و چی از طریق خانم. در این شک نیست که برای خوقات شوهرها به حد بسته به مزاج میباشند، بس خانم در این قسمت باید چی بکنه؟ تحمل بکنه و صبر و تحمل پذیری بکنه. خب صبر تحمل پذیری نشد برادر اسلام، کار به جای کشید که کاسه صبر انسان لبریز شد، نشد. خب چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ اینجا شریعت اسلام میاید
و راه دوم برای ما تو پیش. همه از این چیزا فقط به چی خاطر بود اسلام؟ که تا قانون خانواده از همدیگر پاشیده نشه. در هفته گذشته گفتم در خدمت برتان بزاستم که بهترین کامیابی شیطان بالا یک انسان مؤمن و مسلمان پاشیدن خانوادهش است. از این که در کار بهتر دیگه شیطان نمیکنه که یک خانواده را از هم بپاشانه. و شریعت اسلام میایه و با راهای حل متعدد موت را به انسجام و همانگی خانواده دعوت میکنه. صبر و تحمل پذیری نشد، کاسه صبر لبریز شد، دیگه امکان نداره که با یک قدر به اصطلاح آزار و اذیت زوجین در خانواده با هم زندگی بکنن. اینجاست که شریعت میایه راه دیگر برای موت پیش میکنه. و او راه عبارت از راه چی است؟ راه وجود حکمین. حکمین و این هم ارشاد و راهنمایی پروردگار عالم است که در سوره نساء میآید و برای ما و شما بیان میکنه. و این خفتم شقاق بینهما، و این خفتم، اگر نگران بگنید، اگر حراس داشتین از این که بالاخره ای زن و شوهر بعد از صبر و تحمل پذیری بی حد زیاده از همدیگر میپاشن، از همدیگر جدا میشن، تفرقه بینشان میآید. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. زن و شوهر نتانستن برادرستم که اختلافات خانوادگی خودشان حل بکنن با تفاهم، با صبر و تحمل، با عفو و درگذری. بسیاری چیزا رو شما در خانواده میبینه، از خانه میبینه سر خود مثل از اینکه که علم تکو مثل که زید ندیده تجاهل میکنن. برخی چیزا رو میبینه مشاهده میکنه ولی که صبر و تحمل میکنه، و برخی چیزای دیگه به حد تیز و شدید میباشه، عفو و درگذری میکنه. ولی که زمانی که همه از این چیزا کارا واقعی نشد، اینجاست که شریعت اسلام میای خوب آل دیگه امر برای بزرگای قوم بپردازیم. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. ریشه پیدا از اهل و فامیل و خانواده شوهر و ریشه پیدا از اهل و فامیل و خانه خانه و خانم با هم جمع شوند. کدام ریشه پیدا؟ کدام حکم؟ ریشه پیدایی که از دین خبر باشند، ریشه پیدایی که خواهان اصلاح باشند، نه ریشه پیدای محترمه که خودشان باعث ایجاد تفرقه شده باشه. قسمی که در هفته گذشته براتون گفتم، امروز یکی از مشکلات علل خانوادگی موضوع اینه میسته که بزرگای موضوع در امورات خانوادگی موضوع دست میزنن. چی کار داری؟ من میفهمم، زن میفهمم، زن میفهمم، شوهر میفهمم، چی کار داری که تو دست میزنی؟ و شاهد از این هستی موضوع. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. انسانهای راشد، انسانهای صالح، انسانهایی که به احکام دین آگاهی دارند، انسانهایی که هدفشان چیست؟ هدفشان اصلاح هست برادر اسلام. و به خاطر است که ببینید که الله جل جلاله چقدر زیبا می فرماید در تعقیب از این آیت. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. پروردگار عالم است. یک نفر شیشه سب بوتال شراب در دستش زده رئیس، با برادر محترمی حرام است، ام الخبائث است، برو خدا توفیق به تواز راهایش میکنه. خدا توفیق چی بتید؟ بیا توفیق بگی خدا چی وقت توفیقت میده. این چیزی است که در زبان اکثریت موتوس برادر است. یک نفر نماز نمیخوانه، برو باز خدا که توفیق داد، خدا چی وقت توفیقت میده. یک خانم حجاب مراعات نمیکنه، زمانی که برش میگی خانم محترم اینمی لباسی که تو میپوشی اینمی لباس نیست که شریعت گفته، یا در جان باش خدا توفیق بده باز انشاءالله میکنیم. بیا ببین که خدا چی وقت موتور توفیق میده. پروردگار عالم در این آیت برای موتور میفرمایه این یورید اصلاحا یوفق الله بینهما. تا وقتی که تو اراده نکرده باشی، تا وقتی که تو اراده اصلاح را نکرده باشی، تا وقتی که تو اراده ترک شراب را نکرده باشی، تا وقتی که تو اراده خواندن نماز را نکرده باشی، تا وقتی که تو خانم محترم اراده حفاظت حجاب را نکرده باشی، الله هیچ وقت توفیقت نمیده. توفیقت نمیده. پروردگار زمان توفیق میده که ما تو اراده بکنیم. ما بزرگای ما بسیار خوب چیزا میفرماییم برادر محترم، و هر کدام از این اگر ما تو کتاب نوشته کنیم کم است. میگه تو حرکت کو که خدا برکت پرتر. کلان گپ از برادر است.
تو حرکت کو، تو جای با جای شیشته میگه خدا مرا حرکت بده، نه خدا بسیار به نیاز است که با او تو را حرکت بده، ما او تو محتاج هستیم که به طرف خدا حرکت بکنیم. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، از هر دو جانب اهل فامیل خانم بره از خانم تماما امورات پرسان میکنه، ببینه بجلا بشنوه و دیگه و دیگه، اهل خانواده شوهر بره ببینه شوهر همه چیزا بشنوه و ببینه و بجلا مشاهده. بعد از او حکمان باین، حکمان کی؟ کسایی که واقعا این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، کسایی که واقعا اراده اصلاح بین اینمی دو خانواده را دارن، بین اینمی زن و شوهر دارن. پس هر زمانی که صبر و تحمل و عفو و درگذری در همپاشیدن خانواده کارا واقع نشد برادر اسلام، اینجاست که شریعت اسلام میایه و ما و شما را به ایجاد حکمین، حکمین یکی ما و شما قضا داریم، یکی حکمین داریم برادر اسلام. قضا از خود پروسه داره و یکی حکمین است که بین دو نفر به اصطلاح چی میشه؟ انتخاب میشه. به طور مثال من امرا یک فلانک از دعوا دارم، یعنی به اصطلاح دعوا دارم، میگم میرم فلان پیش فلان مولوی صاحب، میرم که دعوای ما رو چی بکنه فیصله بکنه. حکمین خودشان اختیار کردن رفتن صاحب ما میرم یا میرم پیش فلان مولوی صاحب، مولوی صاحب اینا من نتکد، میگم مولوی صاحب میشنوه در خلال آن چیزی که از آیات قرآن عظیم و شان و احادیث پیغمبر فیصله های الهی است برای شما، میگه برادر محترم این حق تو سینه و یا ای که اگر مقالش هم به حضیاتش خلاص این اصلاح بکنید هیچ مشکلی نیست. پس حکمین در قدم اول برادر اسلام هدفشان اصلاح می باشد، حکمین در قدم اول هدفشان تفریق نیست، هدفشان همپاشیدن خانواده نیست، بلکه هدف اساسیشان و هدف اصولیشان عبارت از بمیان آوردن هماهنگی و اصلاح بین زوجین می باشد. حکمین هم کوشش خدا کرد برادر است. مشکلات خانواده ای که امروز دامنگیرش هستیم ما و شما برادر است، در رابطه با رای حل هزی از خلال دیدگاه اسلام صحبت میکنیم. حکمین کوشش خدا کردن، شیشتن با هم مشوره کردن، حکم از طرف خانم، حکم از طرف شوهر، شیشتن و گفتن قضایا را با هم دیگر مطرح کردن، رفتن دوباره خانم هم نصیحت کردن، شوهر هم نصیحت کردن و به حد خواستن که بین از اینا اصلاح بیایه، موافقه بیایه، خانواده از هم پاشیده نشه. ولیکن حکمین هم کارا واقع نشد برادر اسلام، گپ تاثیر نکرد، نه سر توحید تاثیر کرد و نه سر خانم تاثیر کرد. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این رابطه در یک حدیث می فرمایه برادر اسلام که بدترین انسان کسی هست که زمانی که از یک انسان یک خطا و اشتباه سر میزنه، یک خطا و اشتباه از یک انسان سر میزنه و میای پیش تو عفو میخواد، برادر محترم خیره ببخش از ما یک اشتباه شد، جانب مقابل عفوش قبول نکنه، جانب مقابل در گذریش قبول نکنه و جانب مقابل کینه از او را از قلب خود نکشه، بدترین انسان اونم است، اگرچه از تظاهر بگویه، اگرچه از نفاق بگویه. پس مادامی که یک نفر میایه به اشتباه خود به اصلاح اقرار میکنه و جناب محترم تو عفو میخواه، در آغوش بگیرش، عفوش بکو، کینش از قلبت بکش. حکمین رفتن سبی طرف هم اون طرف هم هر دوی شانه، ولیکن کارا واقع نشد. نه تنها که کارا واقع نشد، بلکه اختلافات و شقاق و نزا به اندازه رسید که قبل از وجود حکمین اختلافات به حد زیاد شد. آخرین مرحله برادر اسلام، آخرین مرحله که خانواده که شریعت اسلام آمده و این خانواده را بر یک کانون سکون و آرامی و اطمینان و یک کانونی که پر از محبت و رحمت و شفقت و مهربانی باشه، اینمی کانون به یک کانون از جهنم تبدیل شد. جهنم عذاب است، غضب است، قهر است، بددینی و کراهت است، بددینی و کراهت است. هر زمانی که به این حالت رسید، بازم شریعت اسلام میآید و برای زوجین بازم توصیه میکنه. ببینید که چقدر شریعت اسلام در رابطه با استحکام از این خانواده ها برای ما و شما شاد راهنمایی کرده. هر زمانی که کراهت و بددینی به عهد علایش میرسه، بازم شریعت میآید و جانبین شاد راهنمایی میکنه. الله جل جلاله در سوره نساء بعد از اینکه مردها را خطاب میکنه و میگه که عاشروهن بالمعروف
با زنها رویه نیکو داشته باشین، این مردها متوجه باشین. فا این کرهتموهن، اگر چی زنها را بد هم میدیدین، اگر چی خانمایتان را دوست هم نداشتین، اگر چی محبت خانم در دل تو هم نبود، اگر چی بد هم میپنداشتیش، ولیکن با وجود از این هم امرای شبکو رویه نیکو. چرا؟ فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اي مرد، اي شوهر، آیا تو میدانی که چی با خیرت است؟ و یا ربت میدانه که چی با خیرت است؟ عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم. فیصله الهی است برادر اسلام. بسیاری اوقات تو چیز را خوش داری، به حد میخواهیش، ولیکن در حقیقتی به شرت است، به نقصت است، به ضررت است و به زیانت است. و بسیاری اوقات تو یک چیز بد میپنداری، نمیخوایش، ازش فاصله میگیری، در حالی که الله جل جلاله به او 100% برای تو خیر فیصله کرده است. فعسى ان تكرهوا شيئا، شاید که شما چیز را بد بپندارین، و یجعل الله فيه خيرا كثيرا، در حالی که خداوند در رابطه با او خیر بی حد کثیر را در رابطه با او با تو فیصله کرده باشه. پس خیر کثیر پروردگارت میخوایی و یا هوا و هوس و خواهشات نفسانی خود میخواهی. در حدیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه که چقدر زیبا ما و شما را ارشاد و راهنمایی میکنه در رابطه با این کراهت ها و بدبینی هایی که بین زن و بین شوهر ایجاد میشه. و متوجه باشیم برادران که باز هم براتون تکرارم میگم که نمی بدبینی ها و نمی کراهت ها بین زن و شوهر، عامل اساسی از این نمی شیطان و ابلیس است که در رگه های ما و شما مانند خون جریان داره و بالاخره برخی امورات در رابطه با خانم به نظر ما بد میکنه و برخی امورات ما را به نظر خانم بد میکنه و این کراهت و بدبینی در ما و تو پیدا میکنه که تا اساس جدایی ما و شما اینمی کراهت ها و بدبینی ها باشه. ولیکن بیاییم که شریعت اسلام چه قسم ما و شما را ارشاد راهنمایی میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لا یفرق المؤمن مؤمنتا، لا یفرق یعنی هیچ وقت یک انسان مؤمن و مسلمان یک خانم مؤمن و مسلمان بد نپنداره، هیچ وقت بد نبینش، کراهت از او را در دل خود نبره. یعنی به این معنا که اگر به صورت ساده ترجمهش بکنیم، هیچ شوهر در رابطه با خانم خود چیز بدبینی نداشته باشه. چرا؟ انکرها منها خلقا رضی منها آخر، و جهت از اینکه اگر یک اخلاق از او، یک روش از او، یک سلوک از او را بد میپنداش، حتما یک روش و سلوک دیگه هم داره که چی بسازه، خوش بسازه. در ذهن تا نامد به خیال میاد از اسلام. اگر به این قاعده پیغمبر ما و تو عمل بکنیم، باور بکنیم که بسیاری مشکلات و خانواده خدا ما و تو حل کرده است. انکرها منها خلقا رضی منها آخر، اگر از یک اخلاق از او بد میپنداش یا بد پنداشته بود و یا ای که بد میدیدش، رضی منها آخر، اخلاق دیگه داره که از او اخلاقش میتونه که خوش باشه. یعنی به چی معنا؟ به این معنا که انسان در رابطه با حیات و زندگی زناشواری، چی شوهر باشه چی زن باشه، هیچ وقت منفی باف نباشه برادر اسلام، هیچ وقت همیشه جوانب منفی را باید مد نظر نگیره. این همی مشکلاتی که در خانواده های ما و شما ایجاد میشه، این از همی خاطر است که شوهر همیشه پوینت های منفی خانم خود به اسلام ملاحظه میکنه و خانم همیشه پوینت های منفی شوهر خود ملاحظه میکنه. هر زمانی که ما تو منفی باف شدیم، اینجاست که در بین ما تو کراهت پیدا میشه، و هر زمانی که در بین موتو کراهت پیدا شد، اونجاست که بالاخره قانون خانواده از بین میره. انکرها منها خلقا رضی منها آخر، اگر از یک اخلاقش به اصلاح بدش میامد، اخلاق دیگه داره که به اصلاح چی از خوبه. سعیست اگر خانم موتو یک ذره زبان باز است، یک ذره ناشکر است، حتما در نمازهای پنجگانش پابند است، حتما به اصلاح در حجابش پابند میباشه. اگر سعیز به اصلاح در حجابش کمک واری مشکلات داره و همیشه میگه، حتما در رابطه با ای که به اسلام مطیع و فرمان بردار باشه که به اجازه تو از خانه نبرایه، حتما به اصلاح خلق نیک داره، حتما راستگویی داره، حتما یک خلق نیک داره. هیچ انسان نه سراسر خوبیست و نه هیچ انسان سراسر نیکی و زیبایی میباشه. برای اسلام انسان الله جل جلو با هر دو تمایلات و انگیزه ها پیدا کرده، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم از بنفس و نفس ذاتی که نفس آراسته کرد که در این نفس هم فجور و هم تقوا هر دوش گنجانیده.
انسان نه سراسر خیر است و انسان نه تن سراسر شر می باشد. زن نه تنها سراسر شر هست و نه سراسر خیر می باشد و شوهر هم نه سراسر شر می باشد و نه سراسر خیر. پس وظیفه ما تو چی هست که تا توانسته باشیم که نمی اختلافات و مشکلات خانوادگی را بالاش ما و شما توانسته باشیم که بسلاس حاکمیت پیدا بکنیم، سلطه پیدا بکنیم و نگذاریم که اختلافات باعث از بین رفتن خانواده ما شود. همیشه ما و شما جوانب مثبت ببینیم. خیر است اگر خانم یک ذره زبان باز است، مشتا به نمازهای خود الحمدلله پابند است، حجاب خود را مراعات میکنه، با مردمای بیگانه خود سر و کار نداره. به عین شکل شوهر هم اگر یک اندازه خشن است، یک از آن خردگیر است، حتما یک اخلاق نیکوی داره، به اصطلاح مردکی بد نیست، به اصطلاح چارهای به شرعی نیست. چیزهای مثبت ما و شما همیشه دامن بگیریم، مثبت گرا باشیم، منفی گرا نباشیم برادر هستم. پس نمی خاطر است که هر زمانی که کراهت‌ها و بدبینی‌ها به اوجش میرسد، حکمین هم کار کرده نتانست، ارشادات پیغمبر هم جای را نگرفت، فرموده های پروردگار عالم هم جای نگرفت، هیچ راهی باقی نماند، هیچ راهی باقی نماند. بالاخره چی شود؟ این خانواده به اینمی حال در جهنم بسوزد. در کدام جهنم؟ در جهنم اختلافات و نزاع و شقاقی که در خانواده ایجاد شد. نه، اسلام هیچ وقت خواهان از این قسم خانواده ها نمی باشه. خانواده که در او عداوت باشه، خانواده که در او بدبینی باشه، خانواده که در او کراهت باشه، خانواده که در او نزاع باشه، خانواده که در او کشمکش باشه، خانواده که در او جدال باشه، خانواده که در او فحش باشه، دو زدن باشه، زدن باشه، لت و کوب باشه، هیچ وقت خواهان از این قسم خانواده اسلام نیست. به این خاطر است که حکمت خانواده را آمد برای ما گفت که همین آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خانواده آرام، خانواده مستقر، خانواده که در اونجا محبت باشه، شفقت باشه، مهربانی باشه، استحکام باشه، همکاری باشه، دلسوزی باشه، محبت باشه. اما زمان قضیه برعکس میشه، اسلام هیچ و خواهان از این خانواده نمی باشه. هر زمانی که انسان مرض سرطان میگیره، ولو که مرض سرطان در دستش باشه، در پایش باشه، مادامی که دکتر به اصطلاح وصیت میکنه برادر محترم اگر این دانه سرطان قطع نکردی، بالاخره در تمام بدن سرایت میکنه و بالاخره تو رو از بین میبره. دکتر صاحب پای مونده که زانو رو هم قطع کو پوشش نگرد، هست یا نیست برادر استم؟ پای قطع میکنیم موتو، دست قطع میکنیم موتو و با چشم سر ما و شما دیدیم. از هر زمانی که مرض سرطانی در خانواده های موتو سرایت میکنه، اینجاست که دین مقدس اسلام میآید و این خانواده را از جامعه چی میکنه؟ قطع میکنه. خواهان از این قسم خانواده نیست. چرا وجود از این قسم خانواده باعث وجود مشکلات در جامعه میشه؟ و متوجه باشین که در شریعت اسلام همیشه مصلحت جامعه مقدمتر، اولاتر و سزاوارتر است از مصلحت فرد و مصلحت خانواده کرده. پس اینجاست که شریعت اسلام میگه نه، وجود از این خانواده در جامعه کارا نیست، باید این خانواده از جامعه چی شود؟ قطع شود. خب قطع خانواده چه قسم میشه؟ میبریمش؟ انفجارش میتیم؟ نه، قطع خانواده به زود دو چیز صورت میگیره، یا توسط طلاق و یا هم توسط موت یکی از احد زوجین. هر زمانی که زوجین وفات کردن یکیشان و یا یکی طلاق واقع شد، باز اینجاست که خانواده چی میشه؟ از بین میره. دیشک نیست که وفات قدر الهی است و هیچ کس دمش گرفته نمیتونه، بخواهی نخواهی در رابطه با مرگ و مرگ فیصله شده. اما طلاق چیزی هست برادرستان که در اختیار ما و تو هست، مرگ در اختیار ما و تو نیست، ولیکن طلاق در اختیار ما و تو هست. پس پاشیدن خانواده یا توسط وفات صورت میگیره یا توسط طلاق صورت میگیره. پس آخرین حلی که تمام امورات شریعت اسلام آمد بر موتو بیان کرد، از فرموده های پروردگار عالم، از راهنمایی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از وجود حکمین، از قرآن، از حدیث، هیچ چیزش کارا واقع نشد. اینجاست که با شریعت اسلام میآید و طلاق برای ما و شما چی میکنه؟ مشروع میگردانه. بدترین حلالی که سبحان الله، بدترین حلالی که پروردگار عالم از جمله چیزهای حلال برای بنده های خود قرار داده است، و بدترین حلال چی میباشد؟ طلاق میباشد. و هم به چی خاطر؟ به خاطر از اینکه تا توانسته باشیم که ما و تو جامعه را حفظ بکنیم، جامعه را حفظ بکنیم. و به این خاطر از برادرستان به ارتباط از این برتان بگویم، بسیاری کسا امروز زمانی که در شریعت اسلام اونا تعرض میکنن و از دین مقدس اسلام آگاهی ندارن، در رابطه با مسئله مرتد است. مرتد کسی را میگن که با اختیار کامل خود دین مقدس اسلام را قبول کرده باشد و بالاخره زمانی که او به اسلام مرتد میشه، یعنی دین رها میکنه، رها کردن دین خدا اعلام میکنه و در رابطه با دین استهزا میکنه و تمسخر میکنه.
با شریعت اسلام در رابطه با حکم و عقوبت از این مرتد برای ما میگه که مرتد اول مهلت بتن 3 روز نصیحت و ارشادش بکنین، اگر قبول کرد خوب، اگر نکرد سرش از تنش جدا بکنین. غربی ها میایه، مستشرقین میایه، خاورشناسا میایه. در اسلام آزادی عقیده وجود نداره، آزادی ایمان وجود نداره، هیچ کس نمیتونه عقیده. او برادر محترم تو دینم میفهمی از کلیت میگی. مرتد تا وقتی که در درون خود مرتد از اسلام هیچ چیزش نمیگه. ولیکن مرتد زمانی که ارتداد خود را ظاهر کرد و به اسلام پایه های جامعه اسلامی را متزلزل می سازد، مرا در شک میندازد، تو را در شک میندازد، اینجاست که دانه سرطانی دک باید مفتاز بین ببریم. مرتد که کشته میشه، قتل میشه، سرش از بدن جدا میشه، به خاطر تغییر عقیدهش نیست. هر عقیده که میکنی بکن، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس میخواد مؤمن باشه، مؤمن کافر با کس تو را غرض نداره. ولیکن زمانی که ارتداد تو باعث سرایت سرطان در جامعه میشه، باید که جلو تو گرفته شه و قطع شه. پس وجود از این قسم خانواده ها که آتش جهنم جور شده و بالاخره آتش در جامعه سرایت میکنه و جامعه را میسوزانه، قسمی که با کمال تعصب بگم که جامعه ما سوختگی است برادر صاحب. دینمی آتش امروز جامعه های ما تو گرفتار است. بی بتا جامعه چی نیست که نمی باشه؟ از کذب، از دروغ، از خیانت، از فحشا، از بد اخلاقی، از رذالت چی نیست که نمی، کلش از کجا؟ این نظمی خانه های متزلزله که واسه آتش جهنم درش در گرفته و جامعه ها کشیده از بین رفته است. پس به این خاطر طلاق برادر اسلام از جمله آخرین حل است که شریعت اسلام برای ما تو بیان میکنه و انشاءالله تعالی در رابطه با طلاق صحبت مفصل میکنیم، احکامش بیان میکنیم، حقایقش بیان میکنیم و حقیقتش بیان میکنیم و سهل انگاری که امروز اکثریت ما و شما در رابطه با این واجبه دینی کردگیستیم که چقدر برای ما تو آسان شده این رابطه صحبت میکنیم که تا واقعا ما و شما از این پدیده آگاه شویم و بالاخره ما و شما تصامیم خود قسم نگیریم که کار از کار تیر شده باشه و باز بیایی بگی والا ما خود غلط کردم، اشتباه کردم و او وقت باز ندامت و پشیمانی هیچ فایده نداشته باشه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره والصحه والمال والاهل والبدن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك. اگر حیات و زندگی انسان فرق کرده، از مهمترین عناصر این مشاهده بکنین، سمود مشاهده کنین که خدا چه قسم ضرر بر بادشان کرده. حالا رب العزت